کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری نظام اقتصادی است که در آن مالکیت و کنترل سرمایه، ابزار تولید، صنایع و تجارت و بازرگانی اکثراً و یا کاملاً در اختیار افراد جامعه است و نه در اختیار دولت. اول بار آدام اسمیت اسکاتلندی در کتابی به نام ثروت ملل در سال 1776 اصل بازار آزاد و مالکیت خصوصی را که اساس اقتصاد کاپیتالیستی است مطرح کرد. از شروع انقلاب صنعتی اروپا در اواسط قرن 18، نظام اقتصادی سرمایه‌داری اول در انگلستان و پس از آن طی قرون 19 و 20 در سراسر جهان به اشکال متفاوت ریشه دار شد. اصل مالکیت خصوصی اولین اصل کاپیتالیسم است، به این معنی که منابع و ابزار تولید از جمله پول، ملک، صنایع و ماشین‌آلات در اختیار افراد جامعه است. هدف تولید در بازار آزاد در درجه اول کسب سود فردی و نه رفع نیازهای مصرف کنندگان است. در یک بازار آزاد، افراد مالک بیچون و چرای سود حاصل از کار خود هستند و همین آنها را به ریسک پذیری در سرمایه گذاری و نوآوری برای کسب سود بیشتر ترغیب می کند. ویژگی مهم دیگر سرمایه داری آزادی مبادله است. در یک بازار آزاد نمی توان هیچ کس را مجبور به خرید کالای دیگری یا فروش کالای خود کرد. در این بازار مبادله کالاها و خدمات به صورت آزادانه و به دنبال توافق دو جانبه میان دو فرد و یا دو گروه انجام می شود. سومین ویژگی اصلی سرمایه‌داری رقابت است. بازار مکانی است که خریدار و فروشنده به مبادله با یکدیگر بپردازند. در بازار آزاد افراد برای فروش کالاهای مشابه با یکدیگر رقابت می کنند. از آنجا که مصرف کنندگان نیز به خرید کالای ارزان‌تر تمایل دارند، تولید کنندگان مجبورند قیمت محصولات خود را پایین نگه دارند و این در نهایت منجر به نفع و سود عمومی خواهد شد. عدم دخالت و یا دخالت محدود دولت در اقتصاد نیز یکی دیگر از مشخصه‌های کاپیتالیسم است. در این نظام دولت حق دخالت در تعیین ارزش کالا و خدمات و وضع مقررات محدود کننده برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان را ندارد. اختیارات دولت محدود است به جلوگیری از انحصار، مقابله با شکست بازار، حفظ منابع طبیعی، دفاع نظامی و دیگر ملزومات اجتماعی و سیاسی. وظیفه اصلی دولت حفظ امنیت سرمایه افراد و فراهم آوردن فضای رقابت منصفانه و هم ارز برای تمامی افراد فعال در بازار است. نظام‌های کاپیتالیستی بیشتر کشورهای جهان را می‌توان به نسبت میزان مداخله دولت در اقتصاد در سه قالب تعریف کرد. نظام اقتصاد بازار کاملا آزاد که در آن ارزش کالا و خدمات آزادانه و بدون دخالت دولت از طریق روند عرضه و تقاضا تعیین می شود. در این شکل از سرمایه‌داری نقش دولت در اقتصاد بسیار کم و تنها محدود به حمایت از حق مالکیت افراد است. در حال حاضر اقتصاد هیچ کشوری در دنیا بر اساس اقتصاد کاملا آزاد بازار نیست و تنها می توان از هنگ کنگ به عنوان نزدیکترین نمونه رایج این نظام نام برد. دوم، سرمایه‌داری دولتی که اگرچه در آن مالکیت ابزار تولید در اختیار افراد و نهادهای خصوصی است ولی هدایت مسیر سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع را دولت تعیین می کند. چین و سنگاپور از نمونه های این نوع سرمایه‌داری هستند. و در آخر اقتصاد بازار اجتماعی که اگرچه دولت در آن دخالتی اندک در کنترل قیمت‌ها دارد ولی نقشی قابل توجه در ارائه خدمات تأمین اجتماعی و مزایای بیکاری و حمایت از حقوق کارگران و مزدبگیران بازی می‌کند. اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی در این دسته جای می‌گیرند. امروزه بیشتر کشورهای دنیا از جمله آمریکا تابع اقتصاد سرمایه‌داری هستند، هرچند نه طبق اصول بازار کاملا آزاد بلکه بر اساس اقتصاد سرمایه‌داری مختلط.